رو ادامه میدیم با دکتر آرتمیس اهورا، زاده تهران، ساکن هیوستون تگزاس، دانش آموخته رشته مامایی از دانشگاه شیراز، کارشناسی ارشد مامایی از دانشگاه ملبورن استرالیا، دکترای مدیریت های بیمارستانی از دانشگاه آریزونا. با سابقه 15 سال فعالیت فرهنگی و سیاسی، سازنده و برگزار کننده برنامه های به سوی ایران شهر، زن و نوزایی ایرانی و برنامه زرتشت در کانال های پاس، کانال یک، یوتیوب و شبکه های اجتماعی. به همراه شاهین نژاد، از بنیانگذاران و عضو هیئت امنای جنبش رنسانس ایرانی و از بنیانگذاران و همبندان و دبیر کل حزب رستاخیز ایرانگرایان. خواهش میکنم تشریف بیارید به جایگاه. خیلی سپاسگزاریم که امروز وقت خودتون رو گذاشتید، یک شنبه زندگی های با ارزشتون رو دارید برای کاری که برای آینده این کشور فکر میکنیم هممون میتونه تاثیر داشته باشه میگذارید و اینجا میشینیم و صحبت های دوستان رو میشنویم. صحبت من امروز در ادامه پنل پیش از رفتن برای بریک نهار هست درباره تاثیر ایرانگرایی بر اسلامگرایی، یا میشه بگیم ایرانگرایی در برابر اسلامگرایی چگونه میتونه مقاومت کنه. درباره این میخوام صحبت کنم که اسلام چگونه همیشه مظلوم برمیگرده، یعنی با مظلوم نمایی اسلام بارها و بارها در جهان رفته و برگشته و رفته و برگشته. برای که این جستار رو بتونیم آغاز بکنیم، مهم اینه که این کسانی هستن یه تفاوت دیدن و اسلامگرایی، و از اونجای این باور رو یک عده‌ای دارن که فکر میکنن که چون خانوادهشون، مادرشون، عموشون، عمهشون مسلمان بودن ولی انسانهای خوبی بودن، خیلی انسانهای نیکوکاری بودن، بنابراین مسلمان بودن یه قضیه است، اسلامگرایی یه چیز دیگه است. در حالی که ما هممون میدونیم اسلام همیشه چراغ خاموش حرکت میکنه، اسلام یه حرکت زیر پوستی و خیلی بدی داره و هنگامی که زورش نمیرسه همیشه صحبتش از مداراست، صحبتش از برادری، برابری، به به چقدر دموکراسی خوبه، به به چقدر آزادی خوبه، خداوند همه رو یکسان میبینه. و حتی در این تظاهرات اخیر که در اروپا میدیدید، برای این مشروعیت پیدا کردن حتی تونسته بودن یه عده‌شون لباس‌های رنگی کمانی هم بپوشن و بیان میگن خداوند هم اصلا با گلی‌ها خوبه در این حد. اما اون چی که ما میدونیم اینه که اسلام‌گرایی همواره از انسان‌های نیکوکار یا انسان‌های خوبی که در دور و برتون می‌بینید میاد و مسلماً به عنوان میوه ایدئولوژیش یاد می‌کنه، در حالی که این تاثیر اسلام نیست که اون انسان‌ها رو پرورونده بوده. و برعکس ما همیشه دیدیم که اسلام از زیر ساخت‌هایی که در یک جامعه براش فراهمه، مسجدها، حسینیه‌ها، مدارس اسلامی و مکان‌های اینچنینی استفاده می‌کنه برای رشد دادن یک ایدئولوژی خطرناک سیاسی. و امکان نداره شما در جایی برید که اماکن اسلامی باشه، مثل مسجد باشه، مثل حوزه علمیه باشه، مثل نمیدونم حسینیه باشه، حالا هر جایی که شما مسلمانان رو در یک جای گرد هم میبینید، امکان نداره شما در اونجا برید و بعد از یه مدت ببینید که چه انسان‌های خطرناک سایکوپاتی از اون دارن میان بیرون. یعنی آموزش‌های زیر پوستی که اسلام به افرادی که ممکنه اصلا کاملا مطمئن باشن روز اول وارد این مساجد یا مدارس یا مراکز اسلامی میشن، پس از یک مدت از اونها انسان‌های بسیار ویرانگری در میاد و وقتی که میان بیرون تمام وجود اینا ستیز و نفرته. حالا مهم نیست دیگه اون نفرت
معطوف به کیه؟ چون هر کس که به اصطلاح غیر باورمنده یا غیر خودیست، ترکش این نفرت به سوی اون قرار خواهد گرفت. و اگر موقعیتی پیش بیاد، مهم نیست شما مسیحی باشید، یهودی باشید، اصلا بودایی باشید، هندو باشید، اصلا ایتئیست باشید، مهم نیست. مهم اینه که اسلام برای غیر خودی یک ترکش تیز داره و طبق آنچه که در ایدئولوژی سیاسی این باور هست، شما مجازید و نه تنها فقط به اصطلاح حلاله که این کار رو کنید، اصلا وظیفه شرعی شماست که مشرک و کافر و غیر باورمند رو حذف بکنید. و برای همینی که شما میبینید در عربستان سعودی شما یک دونه کلیسا نمیبینید، یک دونه سینگون نمیبینید، یک مرکز دینی غیر از اسلام اجازه نفس کشیدن و اجازه تبلیغ دینی و اجازه حتی حضور در اون کشور رو ندارن. بنابراین وقتی که عربستان که مهد اسلامی چنین گونه رفتاری رو داره، شما نمیتونید انتظار داشته باشید که مثلا اسلامی که در اروپاست با اون ریشه اصلی تفاوتی بکنه. و اتفاقا ما در همین جریاناتی که از داعش شما به این سو دیدید، حتی از واقعه 11 سپتامبر، شما اسلامی های تروریستی که دیدید اصلا در غرب باورمند شده بودن، یعنی بزرگ شده بودن، به دنیا اومده بودن، دانشگاه و مدرسه رفته بودن و آبشخورشون همین دموکراسی تازه غرب هم بود، در کشور آزاد هم زندگی کرده بودن، آزادی بیان هم وجود داشت که سمینا رو وادار نمی‌کرد مسلمان بار بیان. ولی وقتی که شما می‌بینید که از همونجا همچنین آدم‌های ویرانگر روانی در میان که موقعی که داعش تشکیل میشه همه از سراسر اروپا، از استرالیا، از کانادا را میفتن میان میرن توی داعش، بنابراین متوجه میشیم مسلمان بودن و اسلامگرایی واقعا دو تا چیز مجزا نیست، واقعا چنین چیزی نیست. و هر مسلمانی، حتی اونایی که جزء گروه های تروریستی نیستن، کاملا سیمپاتی و همدردی دارن با گروه های تروریستی و با کشتار دیگران. این همه دختر و پسر از دانشگاه‌های اروپا و آمریکا که ریختن توی تظاهرات به بیرون و شعارهای ضد اسرائیلی، ضد یهودی و پرو حماس یا به اصطلاح پشتیبانی از حماس دادن، آیا اینا همشون حماس بودن؟ نه. ولی می‌بینید خودتون که مسلمانان، حتی اونهایی که توی گروه‌های افراطی اسلامی هم نیستن ولی سیمپاتن و به موقعش دقیقاً پاشون رو توی دو تا کفش همونا قرار خواهند داد. و اگر لازم باشه و اگر دستشون برسه به من و شمای غیر مسلمان رحم هم نخواهند کرد. همینجا توی غرب آدم میکشن، سر میبرن و شما خودتون دیدین. دیگه نمیتونین بگین که بابا اینا هم حماس بودن، اون یکی هم تروریست بودن. خب بابا پس غیر تروریستاشون کشن که هر گروه وقتی فرصتی میشه دقیقا دارن حمله میکنن. علت این که ما میگیم ایران گرایی میتونه وایسه جلوی اسلام گرایی، علتش اینه که ایران گرایی کاملا میتونه زیان اسلام گرایی رو عقب برونه. یعنی من و شمای ایرانی در ایران با ترویج اندیشه و منش ایرانی و ایران گرایی و ایران شهری میتونیم اسلام رو بدون خونریزی عقب برونیم. برای فردای ایران دارم میگم که این حکومتی نباشه که قدرت و زور و پول رو در جهت اسلام هزینه بکنه. و در فردای آزادی ایران شما خواهید دید که بهترین، بنیادی ترین اصولی که یک انسان ایرانی رو میسازه در ایران گرایی نبوده است. مهم نیستش که شما ایرانی بلوچستانی یا ایرانی آذربایجانی یا ایرانی اصفهان هستید، هیچ فرقی نمی کنه. در این محدوده فرهنگی، حالا از فقط ایران نیست، حتی شما تاجیکستان و گرجستان و قفقاز هم این تأثیر فرهنگی رو میبینید. در جایی که اندیشه ایران گرایی باشه، مردم ناخودآگاه خودشون بازندیشترن، روشنندیشترن، مداراگرترن، رواداریشون به غیر ایرانی، به غیر نمیدونم حالا مثلا مسلمون به مسلمون، به زرتشتی، به نمیدونم یهودی، به مسیحی، به هر آیینی آزادتر میتونن ایرانی ها نگاه کنن.
و پشتوانه که پشت یک ملت هست فقط این نیستش که یک ملت میگن ما اندیشه ایرانی رو میخواد داشته باشیم، یک پشتوانه چند هزار ساله فرهنگی داره که شما هیچی رو در جهان با پشتوانه تمدنی یک ملت نمیتونید عوض بکنید، برای اینکه یه روز و دو روز نیست، سطحی نیست، از یه جایی وارد نشده به اون کشور. این ویژگی این ملت بوده، این فرهنگ و اخلاق و شیوه رفتار این ملت بوده. بنابراین برای ایرانی ها ایرانی بودن ساده ترین کار جهانه، برای ایرانی ها خیلی سخت‌تره تا مارکسیست و چپی باشن تا ایرانی باشن، خیلی سخت‌تره برای ایرانی ها که بیان برن مسلمان دو آتشه باشن به جای اینکه مثلا چهارشنبه سوری و نوروز رو جشن سده و مهرگان رو جشن بگیرن. و از این رو هست که ما باور داریم که ایرانگرایی یکی از چیزهاییست که حتی میبینید الان خیلی خیلی آرام و بدون نزاع تونسته در حتی قشر مذهبی تر یا به اصطلاح مسلمان هم نفوذ بکنه. شما فاطمه سپهری رو دارید میبینید، آدمی که محجب است ولی تمام بنیاد اندیشه و افکار و رفتارش داره ایرانگرایانه میشه. حالا ممکنه که این آدم الان اون چیزی که ممکنه تو ذهن من و شما باشه الگوی ایرانگرایی کامل نباشه، ولی شما جایگاه این خانم قبلا بوده رو نگاه کنید و مقایسه کنید تفاوتی که کرده و سخنانی که این زن میگه به مراتب از افرادی که چپن یا لیبرال و دموکراتن اینن اونن به مراتب با هویت ایرانی و با اندیشه ایرانی نزدیک‌تره. در فرهنگ ایرانی ما کلن چیزی به نام مظلوم نمایی نداریم. شما یا تحت ستم هستید یا نیستید. عداشو نمیتونیم در بیاریم. چرا؟ برای که اندیشه ایرانی بر مبنای راستی و درستیه و ایرانیان هر زمانی در تاریخ زیر ستم بودن مبارزه کردن. اصلا هرگز شما نمیدونید از 1400 سال پیش به این سو که ما مستقیماً زیر ستم مهاجرین و به اصطلاح یورشگران به کشور خودمون بودیم، حالا از اعراب و مغول و این در اون وقت، شما هرگز نمیدید ایرانی تحت ستم ادای مظلومیت در آورده باشه. سینه‌شو سپر میکنه، جانشو میگیره دستش، زن و مرد میرن وای میستن خط مقدم و جلوی ستم و ستمگر وای میستن. این در تاریخ ما بارها تکرار شده و یکی از بهترین نمونه هاشو شما بابک خرم‌الدین میبینید. یعنی ایرانی ادا در نمیاره برای کسی، یا تحت ستم هست یا تحت ستم نیست، برخلاف اندیشه اسلامی که شما مرتب در حال تظاهر و فریبکاری و به اصطلاح که میگن ننه من قریبم، دقیقا کاریست که مسلمانان میکنن. مظلوم نمایی، عشق های تمساحی که میریزن، فیلم و نمایش هایی که درست میکنن و این امروز دیروز نیست، همون سالی که انقلاب در ایران شد دستشون رو میزدن تو خون گوسفند، میزدن به در دیوار، میگفتن این خون شهدای ماست، شاه مردم رو کشته. یعنی ادای مظلوم نمایی و دروغ و خودعه و فریب و نیرنگ کاریست که ایرانی و اندیشه ایرانی نمیکنه، ولی اندیشه اسلامی صدها بار تا حالا کرده. از خود دوران پیغمبرش شما میدیدید تا موقعی که در مکه بودن و دستشون زیر ساطور بزرگان قریش بود و آدم های ظریفی بودن، یک مظلومیتی، ما اومدیم، ما بدبختیم، بذاریم ما یه دینی داشته باشیم، ما این گوشه کنار نشسته. ولی بلا فاصله که وارد مدینه شدن در تمام بازی عوض شد. بزنید، بکشید، شمشیر بیاری، صورب مضاف بریزید، از مو آویزون کنین، از پا آویزون کنین، گردن بزنید، پولاشون رو بگیرید، اموالشون رو بگیرید، نمیدونم بردهشون کنید. و این کار رو نه فقط در خود عربستان کردن که ما میدونیم برای همه مسجلی که در تاریخ اسلام هست، با خود کسانی که باورمند به اسلام نبودن در اون سرزمین کردن، هاشون رو یک سانت از خاکشون که گذاشتن بیرون دیگه به جز ویرانگری کاری نکردن. یعنی از قتل و چپاول و نمیدونم شورزار درست کردن، از زمین هایی که حمله می کنن، زمین هایی که کشاورزی رو آتش زدن، چاه‌ها رو خشک کردن، شما هیچگاه ندیدید مسلمان یک ساعت پاشو بذاره بیرون و جایی رو آباد کرده باشه، یعنی سنگی رو سنگ گذاشته باشه، هرچی هم بوده خراب کرده، هرچی هم بوده از بین رفته. و گفتنم بارها گفتن ما نیازی نداریم، ما اصلا دانش نمیخوایم، ما هرچی داریم همون قرآنه، ما خرد نمیخوایم، ما نیازی به این چیزا نداریم، هرچی لازم بوده که مردم جهان بدونن خداوند در قرآنش گفته، پیامبر آورده،
بقیهش هم اصلا نیازی نیست. زیادی هم حرف بزنید، زبونهای درازتون رو اول میبرید، سرتون رو بر. بنابراین یکی از مهمترین نکاتی که در اندیشه ایرانگرایی هست که به راحتی میتونه مقابله بکنه با اندیشه اسلامگرایی اینه که ما ادا در نمیاریم، با خودمون و با جهان راست و رو راست هستیم. از سوی دیگه اینه که ایرانگرایی که ما همیشه میگیم جلو اسلامگرایی وای میستیم و وای میسته، فقط این نیست که ایرانی ها بر اساس باور ایرانیشون کاملا دلاورن، کاملا اندیشه برابر زن و مرد رو تداعی میکنن، بلکه بسیار از این مهمتره، ایرانی جماعت الکی نمیره جلو سینه رو سپر کنه، میدونه که چی میخواد و میدونه که چی بوده و چی هست. یعنی یک پشتوانه پشتشه، همینجوری نمیره مثلا یعنی بی‌مغز کاری نمیکنه، یک دلاوری بی اساسی باشه و پشتش چی نباشه. ایرانیان اگر بر اساس اندیشه ایرانگرایانه بیان جلو و جلوی اسلامگرایی وایستن، به اندازه کافی پشتوانه و قنای فرهنگی و تاریخی و توانهای گوناگون پشت سرشونه. یعنی توان زبانی ما داریم، توان فرهنگی داریم، توان اندیشه و فلسفی داریم، جهانبینی داریم و بسیاری از نکات دیگه است که همه اینا با هم در مجموعه ایرانگرایی میتونه جلوی اسلامگرایی وایسته. و اون کاری که به نظر من میاد که در تمام خاورمیانه ما رو متفاوت کرده با بقیه ناحیه، جهت حرکت ما و خلاف همه خاورمیانه است. اگر ترکیه در 20 سال گذشته خیلی اسلامگراتر شده، اگر الان خاورمیانه رو ببینید که به مرور بدتر و بدتر شده در 45 سال اخیر و جنگ بین حتی دیگه شیعه و سنی نیست، حتی بین سنی ها با هم، شیعه ها با هم از صبح تا شب دارن هم دیگر رو میکشن، حالا غیر از خودشون رو که بمانن. اتفاقی برای ایرانی ها افتاده در 44 سال گذشته، ایرانیان به مراتب متحدتر و یک پارچه تر شدن. اتفاقی که برای خاورمیانه افتاده رو به تجزیه بیشتر، ایرانی ها رو به یک پارچگی بیشتر، خاورمیانه رو به افراطی‌گری بیشتر، ایرانیان رو به بازگشت به اندیشه و خرد و هویت ایرانی بیشتر. در نتیجه ما دقیقاً کاری که ما الان داریم می‌کنیم، خاورمیانه 2300 سال از ما عقبه برای انجامش. تازه تک و توک در مصر دارن میگن مصری، نمیدونم لا عربی، مش عربی، یا مصر مش عرب. برای همین تازه اونا دارن از ما یه الهامی میگیرن برای بازگشت به هویت‌های فرهنگی پیش از اسلام خودشون، ولی خیلی راه درازی پیش رو دارن. یعنی راهی که ایرانیان در این 14.5 تونستن برن پس از این انقلاب و با گوشت و پوستمون لمس کردیم و به موقع بیدار شدیم، این اتفاق به نظر من 2300 سال توی خاورمیانه دیرتر از ایران میفته و ایران احتمالاً نخستین کشوری در خاورمیانه و در جهانه که اگر که انقلاب بعدی بکنه، فقط آزادی ایران نیست، کلاً انقلاب به نظر میسه که ضد اسلامی باشه و ما تنها کسی هستیم که اسلام زدایی رو از سرزمین خودمون و بعد به مرور در حوزه فرهنگی فرامتمدن ایران انجام میدیم. در آینده ایران اون کاری که بسیار مهمه برای فرزندانمون اینه که ایرانگرایی واکسیناسیون نسل‌های بعده. یعنی شما میخواید نسل‌های بعد ایران رو واکسینه کنید در برابر اون اسلام زیر پوستیه که هر چند سال یه بار با مظلوم نمایی برمیگرده، شما باید مستقیما از کودکستان بچه ها رو ایرانگرا بار بیارید و یک ثانیه رو نباید برای آموزش کل ملت، حالا آموزش از کودکستان تا 90 سالگی میتونه ادامه داشته باشه، ولی نباید این نکته رو مغافل بشیم که همه چیز به آموزش همین یک دهه اخیر این آموزش ها بود که اندیشه ایرانگرایی رو دوباره زنده کرد در مردم ایران. به نظر من این تنها راهی است که ما در آینده داریم و این راهی است که من و شما و همه نسل‌های بعد ایران رو نجات میده. سپاسگزارم. چهار نفری که پنل یک رو داشتن، عزیزانی که سخنرانی کردن، خواهش میکنم که تشریف